خب این ویو که 2015 انکور هستش، SUV که گازش کم شده و احتمالاً لیک داره، به خاطر همینه که الان توی 6-7 سال ما شارژ نکردیم و من این لو پرشورش رو اینجا پیدا کردم، مجبور شدم که این در واقع اتصال رو در بیارم از اینجا. به این ترتیب به راحتی این بلند میشه و میاد بیرون. برای این کار قبل از هر چیز اینجا نوشته که گاز R134A رو باید استفاده بکنید و من هم اومدم این مدل AC Pro رو گرفتم که مدل یولترا سینتتیک هستش و این شامل لیک سیلر هم هستش، یعنی که خودش در واقع میاد اون اورینگ ها و محل های اتصال رو، اون رو در واقع لیک های کوچیکی اگه باشه برطرف میکنه و نوع گاگش هم که دقیقا همین هستش. خب برای این منظور این دمای حرارت رو باید اینجا بدونیم که الان چقدر، حدود 75 درجه و این مدل محدودیتی روی درجه حرارت محیط نداره و ما تو همین منطقه سبز و وسط رو ملاک قرار میدیم. خب سر این گیجی که میبینید فقط به قسمت لو پرشور وصل میشه که اینجا هستش و اشتباه به اون سر بزرگترش وصل نمیشه، یعنی مطمئنا شما به جای درست خواهید زد. این که اینجا حرفش که های پرشور نوشته، این کپ سرش پهن‌تره و همطور که میبینید اصلا این سر به این مرتبط نمیشه، اصلا فیت نمیشه. در نتیجه من این در کپ های رو میبندم سر جاش و این در واقع فقط به این قسمت کوچیک عد میشه که با یه فشار اینجا به راحتی کیپ میشه و با یه تکون مطمئنم که دیگه قطع نمیشه. خب برای خارج کردنش هم که کافیه من این رو بگیرم بالا و به این ترتیب فشار بدم تا این آزاد بشه. خب قبل اینکه شروع بکنیم من میام این رو تکونش میدم کامل تا مطمئن بشم که مایع و محلولی که روش هست همه جا پخش بشه کامل. این رو خوب تکون میدیم، بعدش هم قبل اینکه شروع بکنیم به کار باید حتما عینک بزنیم برای محافظت از چشم و دستکش، که حالا من این دستکش استفاده کردم، دستکشی دیگه نداشتم ولی کافیه. خب بریم کار رو شروع بکنیم، باید ماشین رو روشن کنیم. خب ما ماشین رو روشن میکنیم، AC رو روشن میکنیم، این درجه رو تا آخر زیاد میکنیم، این هم میگاریم اینجا و اینا رو خاموش میکنیم تا از این دریچه ها باد رو به ما بده و این قسمت در واقع سیرکولیشنش هم روشن میکنیم. خب حالا الان AC داره کار میکنه. خب من باید مطمئن باشم که کمپرسور درگیره که الان میبینم داره کار میکنه. من عینک محافظ رو وصل میکنم تا مطمئن بشم دستکشم داره. خب قبلش باید این پلاستیک رو باید اینجا درد برم. الان وقت شد و شروع میکنیم به گاز زدن. موقعی که داریم گاز میزنیم باید این رو تکون بدیم به این ترتیب تا محلول کاملا ترکیب بشه، بعد هی بلش میکنیم. ببینید الان برگشت اون منطقه فرب و نشون میده که خوبه، نباید بیشتر از اون ما گاز رو پر بکنیم، آورهیت میشه. رو همین منطقه الان خوبه. اجازه بدید بریم داخل ببینیم که این حدود 15 دقیقه باید روشن باشه. خب اگر میبینید که این
کم و زیاد میشه جایی که کمپرسور روشن میشه. من ترجیح میدم که اینو قطع بکنم، یه 10 دقیقه با ماشین راه برم تا توی مدار بچرخه و یه بار دیگه این رو در واقع این رویه رو تکرار کنم. من الان احساس میکنم که خیلی خوب خنک شد، البته دماسنج ندارم که نشون بدم، ولی کاملا احساس خنکی میکنم. برم یه 10 دقیقه دور بگنم دوباره بیام تکرار. خب ما الان یه حدود 20 دقیقه با ماشین هم خربالایی هم خرپاینی هم با دور تون هم دور کند راه رفتیم تا مطمئن بشیم که تمام مدار گردش گاز گردش کرده باشه و اون مایه بتونه هر جایی که نشتی داشته باشه رو بگیریم. کیفیت کار بسیار عالی بود. حالا باید ببینیم بین 1 تا 2 هفته آینده اگر بتونه اینو نگه داره خیلی خوبه، اگر نه ممکنه یه لیک ریف دیگه هم باشه که یک بار دیگه این رویه رو تکرار خواهیم کرد. درود بر شما تا ویدیوی بعدی. اگه علاقه من به این سبک ویدیو هستین حتما کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. لایک و کامنت این ویدیو یادتون نره.